می‌بینید چه خبره که این ملت آینده رو خواهد ساخت، تاریخ رو خواهد ساخت. من مطمئنم. شما نشان دادید که تحریم و تهدید و آدم کشی کینه ورزان ذره خلل در سترگی گامهایتان ایجاد نمی کند. بالنده مردم الحمدلله طرفدار و شور و هیجانی است که سالهای گذشته هم شاید نبود. همه باید خدا را شکر کنید. روز زمینه ترقی و عزت و عظمت اسلام و ایران، روز افول قدرت‌های استکباری، روز تلیعه بیداری و تلیعه بیدارگری. سلام به پیشگاه ملت بزرگ و وفادار و غیور ایران اسلامی ما. بلک و پروردگار امیر ظهور است. نه تنها سالگرد پیروزی انقلاب کشور ماست، انقلاب اسلامی اینجاست، بلکه سالگرد بیداری جهان اسلام و انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر اسلامی است. افتخار اعلام میکنم که دولت جمهوری اسلامی ایران پاکترین دولت در همه دنیا است. ظرف چند روز آینده دنیا شاهد چند افتتاح چند دستاورد بسیار بزرگ در عرصه هسته‌ای خواهد بود. میگن میخوام مذاکره کنیم. بسیار خوب، ما همواره آماده مذاکره بودیم در چارچوب عدالت و احترام. شما هر روز یک بهانه میارید، دور هم جمع میشید، یک قطعنامه صادر میکنید. من به صراحت اعلام میکنم اگر با زبان زور و توهین سخن بگویید، ملت ایران هرگز در برابر شما تسلیم نخواهد شد. تنها راه شما پایبندی به عدالت است، احترام به حقوق ملت ایران، بازگشت به میز مذاکره و تلاش برای همکاری است. هر راهی غیر از این جز به شکست شما و شکست‌های بیشتر شما منتهی نخواهد شد. من به شما نصیحت می‌کنم دست از دخالت در منطقه بردارید، دست از حمایت از صهیونیست‌ها بردارید. اونا مثل یه خودروی اوراقی شدند، دیگه به درد شما نمی‌خورند. هزینه‌های اونها بیشتر از فایده شده است. چرا شخصیت خودتون رو گره میزنید به یک رژیم جعلی و اشغالگر و قشنی که مردم خودش هم او رو قبول ندارند؟ بذارید فلسطین هم آزاد بشود، قدس هم آزاد بشود، ملت فلسطین هم از حقوق خودش بهره‌مند بشود. بیاد با مردم دوست باشید، این به نفع شماست. ممکنه با ادامه روش‌های قبلی دو سه سالی هم جولانی بدید، پیشرفت‌هایی بکنید، دستاوردهایی داشته باشید، اما من دلسوزانه به شما میگویم بیداری عظیم در راه است، طوفان در راه است، طوفان بیداری جهانی. و اگر به ملت ها نپیوندید، این طوفان ریشه ظلم و ستم را از جهان خواهد کند. به نفع شماست، با ملت ها باشید. اما کلام آخر، عزیزان من، تا امروز تاریخ بشر
سرشار از ظلم و ستم و تحقیر بوده است. در اوج ستمکاران تاریخ مارکسیسم و کاپیتالیسم قرار دارند، اینهایی که جنایات و ظلمهای خودشون رو در مقیاسی انجام دادند که با هیچ دوره ای از ادوار تاریخ قابل مقایسه نیست. ظلم را، چپاول را، اشغالگری را، غارت ملت ها را تئوریزه کردند، منسجم کردند، در قالب مکاتب گوناگون به ملت ها تحمیل کردند. اما من میخوام بگم به فضل الهی دوره اینها هم به پایان رسیده است. مارکسیسم رفت و صدای شکستن استخوان‌های سرمایه‌داری ضد بشر هم در جهان تنین انداز شده است.